يا علي 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 يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر. این برنامه دو تا هدف رو پیگیری میکنه. هدف اول یک سری سوالاتی برای ما شیعیان مطرح است نسبت به اهل تسنن. یه عالم دینی باید همون چیزی را که میداند به مردم ابلاغ کنه. خب اینها نمیکنن به هر دلیلی. ما این کار انجام میدیم. لذا هدف دوم ما از این برنامه این است که واقعیت هایی رو نه تنها به شکل گفتاری، نه به شکل تصویری. شما هم اگر معتقد به قرآن نیستید، مگه ادعا نمی کنید که قرآن کتاب خداست و هر چه در این قرآن هست باید مورد عمل قرار بگیره؟ ما کاری به شیعه و سنی نداریم. عقل خودتون حاکم کنید. چرا اهل تسنن نعوذ بالله فهم، درک و شعور پیغمبر رو پایین تر از ابوبکر و عمر میدانند؟ واقعا برای ما جای سوال است. تک تک سوال ها رو میایم مطرح میکنیم، نه با قصد و غرض خاصی، نه فقط به عنوانی که بدونیم. بالاخره ما هم در بحث تحقیق، در بحث پژوهش، وقتی به کتب اهل تسنن مراجعه میکنیم یه سوالاتی برای ما پیش میاد. چند بار از این مولوی اهل سنت شنیدید که در کتاب صحیح مسلم حدیث داریم که عمر ابن الخطاب حکم تیمم رو نمیدانه؟ چند بار به شما گفتن که در صحیح بخاری حدیث داریم که عمر ابن الخطاب بدعت گذاره؟ چند بار به شما گفتن در صحیح بخاری حدیث داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها با ابوبکر درگیری پیدا کرد و با عرض کنم که ابوبکر قهر کرد، قطع کلام کرد، حتی اجازه نداد ابوبکر بر جنازه ایشون نماز بخونه؟ اینا رو کی به شما گفته؟ خلیفه ای که از اولیات دین خبر نداره چطور میتونه برای شما ملاک تدین باشه؟ دریغ از یک اگر کسی پیدا شد و به این سوالات پاسخ داد، بنده همینجا اعلام میکنم حاضرم دست از تشیع بردارم و سنی بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه بینندگان عزیز، امیدواریم در هر کجا که هستید موفق و پیروز باشید. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های دریغ از یک جواب در خدمت شما هستیم. امیدواریم که این برنامه تونسته باشه رضایت شما رو جلب کنه و قابل استفاده برای همه شما عزیزان باشد. یکی دیگر از سوالاتی که مطرح است، خیلی میپرسن این مطلب رو، واقعا برای ما هم سواله. کسانی که معتقدن اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام واقعا در خلافت سهمی داشت، حقی داشت، چرا خودش بیان نکرد؟ خب ما به اینجور افراد اینجور پیشنهاد میکنیم: آیا شما صحیح بخاری و مسلم رو خوندید؟ چرا حرف بی خود میزنید؟ چرا بی منطق صحبت میکنید؟ مینشینن و پا میشن میگن آقا شما چرا کاسه از آش داغتر شدید؟ اگر واقعا حقی داشت، اگر خلافت حق امیرالمؤمنین بود، ایشون باید خودش میگفت. ما در هیچ جا ندیدیم. اولا بین آقایون میگیم شما در کجا نگاه کردید که ندیدید؟ بله منم دور و بر خودم که یک دونه کتابم نباشه، هر چی نگاه کنم خیلی چیزا رو نمیبینم. این مطالب تو بقالی نیست، تو لبنیاتی نیست، تو سوپری نیست، تو کتابه. کسانی که میگید ما ندیدیم، خب بدید سر کتاب تا ببینید. فرصت نمیکنید، ما نشونتون میدیم. به هر دلیلی نمیگید، ما میگیم. در خیلی از جاها امیرالمؤمنین علی علیه السلام تصریح کرده اند که شما خلفا غاصبید، من حق داشتم، شما استبداد کردید. لذا من در این جلسه در حدیث در صحیح بخاری و مسلم یه تیکه‌ای رو برای شما آوردم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام تصریح فرمودن که من حق داشتم و شما ابوبکر و عمر بر من جفا کردید و استبداد کردید.
این حدیث هم در صحیح بخاری هست هم در صحیح مسلم. صحیح مسلم کتاب الجهاد و السیر باب و قول النبی لا نورس ما ترکنا فهو صدقه، با این چاپی که در دست من هست جلد 3 صفحه 1380. صحیح بخاری هم همین حدیث رو دارد در کتاب المغازی باب و غزوت خیبر. خب این حدیثی است که ما چندین مرتبه بهش استناد کردیم، در هر تیکش نکاتی نهفته بوده که برای شما بیان کردیم. اینجا دقت کنید، امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که پیش ابوبکر رفتن، که جریان رو من قبلا اینجا عرض کردم دیگه باز نمیخوام تکرار کنم، این جمله مال امیرالمومنین است که خب تو این جلسه خصوصی حالا اگر چند نفری هم بودن، امیرالمومنین به ابوبکر چنین میفرماید: ولکنک استبددت علینا بالامر، ای ابوبکر تو استبداد کردی در امر خلافت بر ما، و کنا نحن نرا لنا حقا، من حقی داشتم در این عرض کنم که خلافت، لقرابت نام رسول الله، من نزدیکترین افراد پیغمبرم، من در خلافت حق داشتم، تو استبداد کردی، تو به زور حق منو گرفتی. کجایان کسانی که بگن آقا امیرالمومنین حرفی نزده، دفاع نکرده؟ بس این حرف یعنی چه؟ خود حضرت داره به ابوبکر میگه تو استبداد کردی، تو به زور عرض کنم که حق منو غصب کردی. خود حضرت داره میفرماید که من حق داشتم به خاطر قرابتی که یکی از فضائل حضرت نزدیکی حضرت به پیغمبر اکرم است، که البته یکی از کوچکترین فضائل آغاز در جاهای خودش این مسئله به طور کامل بحث شده، لذا این یکی از ادله است که در صحیح بخاری هست و اثبات میکند امیرالمومنین علیه السلام تصریح کردن که شماها حق منو گرفتید و استبداد کردید. برید بپرسید از علماتون، بگید آیا چنین حرفی درسته یا دروغه. اگر دروغ صحیح بخاری رو بندازید اون طرف، و اگر راسته معتقد باشید که امیرالمومنین ادعا فرمود و به همه ابراز کرد که شما حق من رو غصب کردید، اما گوش به حرف حضرت نکردند و حق غصب شده حضرت رو به حضرت باز نگردوندند. یکی از هدف‌های مهم ما همین است که بیام شماها رو به فکر وابداریم. عزیزان ببینید، ما از قبل منابع رو آماده می‌کنیم، در این حالی که ما یک کتاب سنی رو خودمون قبول نداریم. یعنی مکتب تشیع، اثبات حقانیت مکتب تشیع نیاز به هیچ کدوم از این کتاب ها نداره. ما شیعیان حتی یک حدیث درست در این کتاب ها معتقد نیستیم، چون در منابع صحیح اهل بیت اثبات حقانیت اهل بیت کاملا اومده. اینه که میایم به این کتاب ها متوسل میشیم، از قبل آماده میکنیم، حتی کتاب رو باز میکنیم که وقت شما گرفته نشه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عزیزان بیشتر فکر کنید، واقعا پیرو حق باشید، تعصب و کنار بگذارید. مولوی چی گفته، پدرم چی گفته، مادرم چی گفته، فلان عالم چی گفته، اینا رو رها کنید، خودتون پیرو تحقیق باشید. ما این زمینه رو برای شما فراهم کردیم به خاطر اینکه در روز قیامت اگر شما من رو دیدی نگی فلانی چرا به من نگفتید، یا در اون سر دنیا مردم عرض کنم که ادعا نکنن ما که خبر نداشتیم، ما که نمیدونستیم، اگر میفهمیدیم پیرو به حق میشدیم. نه آقایون، ما داریم اینجا و کادری که اینجا هستند و زحمت میکشن، همه داریم دست به دست هم میدیم تا شما برادر عزیز سنی مذهب مظلوم به حق پی ببرید، بفهمید خلافت خلفا شرعی نیست، بفهمید پیغمبر اکرم سفارش به خلافت امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر کرده است، ولو برای ما نفعی ندارد، شما قبول بکنید یا قبول نکنید. امیدواریم که تأثیرات این برنامه ها به زودی زود در همه بینندگان انشاءالله عرض کنم که ببینیم. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق پیروی از راه حق عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, oh.